خیلی ممنون رفیق اصلا، خسته نباشین. واقعا بسیار تحلیل جامع و جالب بود، مخصوصا در من خیلی یاد گرفتم واقعا در مورد این رابطه ایران و حزب الله و این نیروهای نیابتیش. شما این مخصوصا رفتین توی این مسائل مالیش و چقدر خارج از اون مسائل مالی، مثلا میگن ایران میفرسته، پول میفرسته و اینا رو باز کردین و اون کل اصلا تکامل حزب الله رو توضیح دادید. و من شخصا خودم حتی مثلا توی یه سری از این مجله های مثلا نسبتا معروف مثل فارن پالیسی هستم، همچین تحلیلی ندیدم. از توی این مسائل رو هیچ وقت باز نمی کنن. یعنی که در واقع مثلا همینه که مثلا اینا در واقع میشه یه جور قضایی برای همین ایران، بعضی از ایرانی ها که میان تو مثلا کانال های مثل ایران اینترنشنال و اینا، همینا رو تحویل میدن دیگه، مثلا از اونجا میگیرن. به هر حال خیلی واقعا خسته نباشه، مرسی. من که خیلی برام جالب بود. حالا ما معمولا چیزی که در مورد قسمت سوال و پرسش اینجوری هست که دو نوع فرمت داریم در واقع، یا اینکه شما دست رو بالا میبرین ما شما رو باز میکنیم، میتونین حالا با گزینه اینکه بتونید دوربینتو باز کنین یا میکتون رو دوتاشون رو صحبت میکنین، یا اینکه اگه نمیخواین میتونید توی مت توی چت سوالتون رو بکنید، یا حالا من یا یکی از دوستای ادمین میخونیم برای رفیق یاسمین که بتونه جواب بده. حالا نمیدونم سوالی که من حقیقت تو چتم میدونم نگاه کردم نیدم، نمیدونم حالا کسی نمیخواد سوالی چیز کنه. آها فرامرز، بله من خودم هم البته یکی دو تا سوال دارم بعد از شما. بفرمایید، اجازه بدیم شما میتونید باز کنید فرامرز. بله باز کردم آها میتونید. آها بسیار خیلی ممنون. خیلی ممنون. خب ما در خارج کشور توی تظاهراتی که در دفاع از مبارزات جنبش فلسطین هست شرکت میکنیم، حتما شما هم در شهرهای دیگه. مشکلاتی که داریم که قبلا هم در 20 سال پیش فکر کنم در مقطعی که امریکا و متحدینش به عراق و به افغانستان و عراق حمله کرده بودن، ما در تظاهرات ضد جنگ مشکلات زیادی در همین اینجا در امریکا با بخشی از چپ امریکا داشتیم، و به نوعی این مشکلات رو الان در صفوف تظاهراتی که در دفاع از جنبش فلسطین و علیه سیاست های جنایت آمیز اسرائیل و امریکا به پیش میریم، ولی اونجا هم نمیشه، یعنی واقعیت اینه که نمیشه وارد دیالوگ های سالمی شد با بخش هایی از نه فقط جریان چپ بلکه خود فلسطینیایی که به حال این مسائل برمیگرده به این که ما چپ هایی که متعلق به کشور متفاوت هستیم چه نوع موازی میتونیم بگیریم که اعلانیه های انگلیسی در این تظاهرات مثلا اگه بخوایم پخش بکنیم کمک بکنه. من به صحبت های رفیق یاسمن گوش کردم، منم خیلی چیزها یاد گرفتم. منتها سوال اصلی این هستش که در آخر صحبتشون ایشون اشاره کردن در گویا در جوابی که به یکی از سوال کنندگان امریکایی که نقش اپوزیسیون چپ چی هست. خب موضوع اینه که نقش اپوزیسیون چپ در چگونگی فقط دفاع از جنبش فلسطین، جنبش آزاد فلسطین نیست. ما در رابطه با جریانات در واقع ارتجایی فاندمنتالیستی مثل حزب الله و حماس که چه نوع موازی میتونیم علنی بگیریم که در این حرکت های اعتراضی خیابانی در کشورهای مختلف به نوعی به روشنگری هم کمک بکنه اگر قادر باشیم.
آیا مثلا حزب الله با حماس، حالا من در کنار هم، یعنی با هم تفاوت های زیادی دارن، ولی به هر حال به نظر میرسه، یعنی به ویژه حماس الان، ولی تا اندازه حزب الله به جریاناتی تعلق دارن که حداقل ظاهرا یا به نوعی عملا علیه اسرائیل و به امپریزم امریکا دارن مبارزه میکنن، به نوعی مردم اینها رو میبینن. ولی خب به نظر ما اینا جریانات حالا اسلامی، ملی اسلامی، خرد و برجوا، هر نوع به هر شکل که ماهیتشون میخواین تعیین بکنین، اینها جریانات مترقی مردمی نیستن و برنامه های مردمی و مترقی تا چه برسد به سوسیالیستی برای آینده بالفرض که فلسطین امیدوارم آزاد بشه، حالا چندین ده سال آینده مثلا در بخشی حداقل فلسطین، دولت مستقل فلسطین به وجود بیاد، من فکر نمی کنم که حماس و جریانات جهاد اسلامی یا اونجور گروه ها که بخششون هم از ایران حمایت میشن از رژیم جمهوری اسلامی بتونن برنامه های مردمی و عادلانه داشته باشن. پس در این صورت ما به عنوان بخشی که به اپوزیسیون چپ، حالا تنوعی از اپوزیسیون چپ تعلق داریم، چه نوع موازی میتونیم بگیریم که هم در واقع تضعیف نکنه مقابله و مبارزه و مقاومت علیه تهاجمات اسرائیل و امریکا، هم اون تضعیف نشه و در این حال جریاناتی که مردمی نیستن و برنامه مترقی و عادلانه برای آینده مردمشون در این مقاطع ندارن رو هم در واقع افشا کنیم. من صحبتم اونجا تموم میکنم. خیلی ممنون. مرسی. میخواستید جواب بدم یا چند تا سوال رو بستگی به خودتون داره. اگه هر سعی میکنم برای اینکه فراموش نکنم اینو بگم، خیلی هم تعداد زیادی هم تو نیست. سوال مشکلیه و من جواب سادی ندارم براش، ولی ببینید همینی که ما وارد این بحث ها بشیم و این بحث ها رو به صورت گسترده تبلیغ کنیم، بگیم به همه تاریخ حزب الله رو باز کنیم، تاریخ حوثی ها رو باز کنیم غیره، به نظر من مهمه و تفاوت ها رو، و اینی که مسئله به این سادگی نیست. به نظر من افشای جمهوری اسلامی در رابطه با اینی که یکی رهبر محور مقاومت هیچ مقاومتی انجام نداده، خب یه خودش یه نکته مهمیه، این رو ما نباید ازش کوتاه بیاییم. و به نظر من حزب الله و حماس تفاوتهایی دارن و این تفاوتها در دعواهای بین خودشون هم وجود داشته. در یه شرایط تا اونجا که من میفهمم، در یه شرایط خاصی بعد از اینی که ترکیه برخی از رهبران حماس رو بیرون میکنه، اینها میرن لبنان، این وسط مذاکراتی صورت میگیره و حزب الله به اصطلاح مهماندار اینها میشه، از جمله اون کسی که در بیروت کشتند، اسرائیلی ها بمباران کردند، معاون سیاسی رهبر حماس. تفاوت های اینها، این به نظر من مسئله فقط این نیست که اینها اسلامی هستند پس هر کاری که میکنن این همه، اتفاقا تفاوت های اینها مهمه و باید سایه روشن های این تفاوت ها رو خیلی روشن گفت. در رابطه با حزب الله مسئله وارد یه مرحله دیگه شده، هم از قدرت دولتی نبوده به معنای واقعی کلمه، همونطور که همه الان دارن مطرح میکنن، اون موقعی هم که در غزه بوده در منطقه بوده که منطقه اشغالی اسرائیل، نه ورودش نه کنترلش با حماس نبوده. این در دفاع از حماس نیست، ولی ما اصلا نمیدونیم برنامه اقتصادی سیاسی حماس چی میتونه باشه. این از 2008 تا 2015 تغییراتی داده در برنامهش در رابطه با اسرائیل تا چه برسه به مسائل سیاسی. و مشکل دیگه که داریم چه بخوایم چه نخوایم اینه که در حال حاضر در میان فلسطینی ها تا اونجا که من میفهمم، حتی در کرانه باختری و حتی در میان مدافعین جبهه خلق برای فلسطین، مدافع هواداران بیشماری داره. این به این معنی نیست که ما باید کوتاه بیایم،
اتفاقا به نظر من هر جوری که نگاه بکنی، اولا کل حرکت 7 اکتبر رو به نظر من باید محکوم کرد. اگر حتی اگر بخوای بیچارگی، ناتوانی مجبورشون کرده کاری دیوانوار انجام بدن، در صورت 30,000 فلسطینی کشته شدن تا امروز، رقم خیلی بالاتر از 30,000، چون کسایی که زیر خاک هستن رو ما نمیدونیم چند هزاره، و حتما الان چند ده هزار دیگه و از سر گرسنگی جانشون از دست خواهند داد. در نتیجه حماس رو باید در این روابط وارد بحث شد. به نظر من اینی که مذهبی هستند یا نیستند کنار قضیه است، اینی که به عنوان یه جریان سیاسی که مسئولیتی داشته وحشتناک عمل کرده و کل حرکتش روز 7 اکتبر، از من از هر که ازم پرسیده گفتم من نه دفاع میکنم، نه قبول دارم، نه این کارها رو حرکت نظامی بجا میدونم. ولی میگم فرق میکنه با حزب الله که الان ده 15 سال در قدرت، جلوی تظاهرات علیه نئولیبرالیسم، جلوی حرکت جوانان در لبنان علیه حکومت سکتاریستی وایساده، از ارتش کشور، از نیروی انتظامی خودش و کشور لبنان استفاده کرده. این تفاوت ها مهمه، چون ما اگه فقط بگیم ما با اینا بدیم چون اینا مذهبی هستند، ما کمونیستیم، به نظر من بحث کافی و درستی نیست. ما تفاوت ها رو نشون میدیم، دقیق میگیم با چی مخالفیم و چرا مخالفیم، و نباید خاموش بود. یعنی به نظر من اتفاقا شاید دیدها متفاوته، ولی مخصوصا در میان جوانان یهودی یا جوانان اروپایی که من میبینم در تظاهرات انگلیس، من جای دیگر رو خبر ندارم، خیلی راحت میشه بر علیه حماس یا حزب الله صحبت کرد. با در انگلیس خب هم پاکستانی زیاده، هم عرب، بنگلادش بره، با اونها مشکل تره، چون خیلی از اونها حمایتشون از خلق فلسطین بر این مبناست که اونها هم مسلمانن. حمایت ما از خلق فلسطین اینه که در 1948 از خونه هاشون بیرون شدند، خیلی هاشون مسیحی بودند، خیلی هاشون بی مذهب بودند، بعضی هاشون جمعیت وسیعشون مسلمان بودند، ولی ما به خاطر مسلمان بودنشون ازشون حمایت نمیکنیم. در نتیجه این باز کردن این تفاوت ها مهمه به نظر من، و هرچی بیشتر صحبت کنیم، هرچی بیشتر در جلسه های نیروهای خارجی این مسائل رو باز کنیم اهمیت داره. از یک جنبه افشای جمهوری اسلامی نشون میده این دیدگاه همه با هم مسلمان، مبادا مبارزه طبقاتی کنید چون امریکا ممکنه سوء استفاده بکنه، نتیجهش اینه که ما آقازاده ها رو داریم بالاترین رقم جنی، یکی از بالاترین رقم ارقام تفاوت طبقاتی رو داریم، غیر غیر اینا رو میتونیم باز کنیم و حق داریم باز کنیم. ببخشید من جواب دقیق تری ندارم. میدار مرسی، خیلی ممنون. البته خب فرمانرز میتونه اگه بعد از اینکه من یه سوال اینجا هست، اگه سوال دیگه داره بعد بازم بیاد بپرسه. یه سوالی هست از مد که جی پرسیده و اون این است که اینجوری من میخونم که آیا عقب نشینی جمهوری اسلامی را نمیتوان در چارچوب تاکتیک بلند مدت آن برای فرسایشی کردن جنگ و سپس دخالت در آن در نظر گرفت؟ اشاره مقامات رژیم به امکانات هسته‌ای آیا نشانه از این نیست؟ ضمن اینکه باید این نکته را در نظر داشت که شاید تنها راه امکان بقای رژیم در بحران کنونیش درگیر شدن در یک جنگ بلند مدت است. نظر شما در این مورد چیست؟ اول اینو لطفا اگه جواب ببینید، عقب نشینی تاکتیکی در جنگی که طرفین
حدودا برابر باشند قابل درکه. شما میبینید دو نیرو گاهی میبره گاهی اون میبره. تا اونجا که من میفهمم اسرائیل غزه رو با خاک یکسان کرده، جاده ساخته از شمال به جنوب برای که بتونه نیروهای نظامیش رو حرکت بده در غزه، چیزی باقی نمونده. حتی اگر قبول کنیم که برخی از نظامیان حماس زنده، درصدیشون بالا زنده باقی، زنده باقی موندن، که این خیلی مورد بحثه، وال استریت جورنال یه چیز میگه، فورن پالیسی یه چیز میگه، هر نشریه رو میخونید یه چیز میگه. ما جنگ فرسایشی بین اینها نمیبینیم، ما داریم جنگ از بین بردن نسل کشی و از بین بردن فلسطینی ها رو میبینیم. اگه این جنگ چند ماه دیگه، لازم نیست خیلی طولانی، چند ماه دیگه ادامه پیدا بکنه، شاید صدها هزار نفر کشته بشن. این راه حل هایی که ایالات متحده تبلیغ میکنه رو فراموش کنید، دو تا کشتی بیاد یه اسکله بسازه، اینا اصلا بی ربطه. تا وقتی این مرز رو باز نکنن، تا وقتی این 101 میلیون خورده ای که الان جمع شدن در جنوب غزه نتونن راه بیرون رفتن داشته باشن، ما شاهد از بین رفتن ده ها هزار انسان دیگه هستیم. در نتیجه جمهوری اسلامی تا کی میخواد صبر کنه؟ چی رو منتظر چیه؟ بعد بهترین تحقیقی که در رابطه با یعنی اگه بخواید بهترین از نظر ایالات متحده و اسرائیل، بالاترین درصدی از امکان اتمی جمهوری اسلامی که داره مطرح میشه اینه که در حال حاضر ممکنه و حتی همین ممکنه به اندازه کافی برای یک بمب اتمی یورانیوم داشته باشه. امکان انتقال این مسئله فقط بمب اتمی داشتن نیست، مسئله اینه که شما باید موشکی داشته باشید که اینو بتونه به هدف برسونه. و یه دونه بمب اتمی میخواد چیکار کنه؟ حالا گیریم خیلی بیشتر هم جلو بره. این حکومتی است بسیار فاسد که حتی یک حرکت درون خودش رو، یه انتخابات فرمایشی درون خودش رو نمیتونه درست انجام بده. یه دونه بیمارستان رفتن یه روحانیش رو نمیتونه درست برنامه ریزی کنه. کی میخواد، با کی میخواد این جنگ تا کی میخواد این جنگ فرسایش رو ادامه بده؟ و بعد آیا با این نوع کوششی که ایالات متحده داره و دقیقه که میدونه دقیقا چند تا بمب، چقدر یورانیوم رو تقویت کرده، کجا امکاناتش هست غیره، و امکانات هم ایالات متحده و هم اسرائیل برای داغان کردن این بوتون آمه هایی که زیرش گویا امکانات اتمی رو گذاشتن، من بعید میدونم ایالات متحده اگه واقعا چنین خطری رو جدی میدید، مطمئن باشید هیچ کوتاهی نمی کرد در اینی که منفجر کنه اینها رو. اگر چین مدافع چنین سیاستی بود، اون وقت میشد تصوری کرد، ولی پیداست در حال حاضر نه در رابطه با اوکراین نه در رابطه با غزه چین در چنین موقعیتی نیست. چین میخواد موقعیت اقتصادی خودش رو تقویت کنه تا بتونه قدرت اقتصادی اول جهان بشه. در این رابطه نه پی درگیر شدن در درگیری هاست، نه پی تقویت کشورهایی مثل جمهوری اسلامی که ارزش زیادی براشون قائل نیست راستش بخواد. و در نتیجه من تصور نمی کنم که فرسایشی کردن، اگر چنین تاکتیکی باشه که جمهوری اسلامی بخواد دنبال کنه، منطقه باشه. ولی میگم شاید نکاتی هست من نمیدونم. مثلا جمهوری اسلامی ده ها توان ساختن ده ها بمب اتمی داره و ایالات متحده رو گول زده، سازمان انرژی اتمی رو گول زده. اینها امکاناتی است که من نمیدونم. ولی ببینید شما نگاه کنید به عکس العمل جمهوری اسلامی بعد از هر باری که ما شنیدیم بایدن تهدید کرده یا بلینکن تهدید کرده، تا تهدید میاد
اصلا اونچنان عقب نشینی میکنن که آدم مونده که بهشون چی گفتن؟ بهشون گفتن بم میریزیم سرتون، سرنگونتون. من نمیدونم چی بهشون میگن، چون اینها پیام های مخفی است که عمان میرسونه، کس دیگه میرسونه، من که نمیدونم چی بهشون گفتن، ولی هرچی میگن بد جوری میترسن تا اونجا که من میدونم. بله خیلی ممنون. یه سوال دیگه من از مت میخورم که در واقع یه ذرم سوال اتفاقا منم بود، یکی از سوالهای من بود از امیر که میپرسن که برخورد ما با ایرانی هایی که در داخل و خارج که از فلسطین دفاع نمی کنن به نظر شما چی باید باشه؟ من یکی یه چیزی هم اضافه بکنم که من خودم من مثلا حدود 2 ماه پیش اینا تو آمریکای شمالی هستم، بعد اینجا یکی از کسای گروه فعالش یه گروهی هست به نام جنبش جوانان فلسطین که من چند تا هم در واقع جلسه شو رفتم شرکت کردم، بعد خواستم ببینم که چی هستن اینا. خیلی یعنی متوجه میشی که آدم اینا نظرشون در مورد ایران خیلی مثبته و خیلی هم جوون هستن، چیزای سنیشون پایینه و من این بودن که خب حداقل به ما هیچی هم نباشه ایران یه چیز کمکهایی میکنه، ما بس بنابراین نباید هیچ نوع مثلا همبستگی حمایتی از این مثلا جنبش هایی مثلا زن زندگی آزادی داشته باشه. به هر حال اگه لطف کنینم جواب بدین خیلی ممنون میشم. من تکست رو نمی بینم، می بخشید، ولی درست میگم که سوال اول این بود که برخورد ما با ایرانی هایی که از فلسطین دفاع نمی کنن چی باشه، درسته؟ بله بله بله. متاسفانه اکثر اونایی که از فلسطین دفاع نمی کنن ممکنه پرچم اسرائیل هم بلند کنن که اون دیگه واقعا عجیبه، ولی حتما میدونید که مثلا در لندن سلطنت طلبا این کار رو کردن، اگه اشتباه نکنم لس آنجلس هم، من این دوتا رو بودم، حتما جای دیگه هم زیاد. به نظر من نمیشه تخاصمی با اینها برخورد کرد. اگر سلطنت طلب هم قضیه فرق میکنه، اگر کسایی هم که امکانات مالی گروهی که ازش دفاع میکنن از اسرائیل یا از ایالات متحده تأمین میشه، به نظر من هیچ کاری نمیشه کرد در رابطه شد. وابستن، کسی که وابستگی داره به جریانی که امکانات مالیش از اسرائیل میاد، خب خیلی سخته. ولی با دیگران حتما باید کار آگاه سازی کرد، آگاهی داد. نسل جوان ایران با تلویزیون ها، رسانه های اجتماعی و جمعی بزرگ شده که مثلا امثال من و تو میان توش میگن که اصلا 1948 خبری نشده، اصلا خلق فلسطینی وجود نداشته. اگه اشتباه نکنم یه جایی یکیشون گفته که اصلا فلسطینی نبوده قبل از 1967 یا همچی چیزی. البته میگم اینا نوابقی هستند که فکر میکنن مارکس و اگلز در موسکو زندگی میکردن، خب اینا میدونم وقتی شعور رسانه های ما در این حد پایین باشه، کار آگاه سازی خیلی مشکله، چون من و شما میتونیم به 10 نفر صحبت کنیم، اینها میلیون ها آدم رو گیج کردن و بیسوادی آگاه برای غلط نشان دادن تاریخ رو در سطحی گسترده تبلیغ کردن، خب خیلی کار مشکلیه. ولی همچنان باید آگاه سازی کرد و این آگاه سازی، من با هر که خواستم نظرش رو عوض بکنم، چه بریتانیایی، چه فرانسوی، چه ایرانی، متوجهشون کردم به اون چه
فعالین ضد صهیونیست اسرائیلی الاصل میگن و کم نیستن، در ایالات متحده بیشمارن. من دیدم خیلی هاشون در تلویزیون ها صحبت کردند، خیلی هاشون در دانشگاه ها صحبت کردند، غیره. در بریتانیا در آکسفورد ما آدمی رو داریم مثل اوی شلاین که تاریخ نویسه و کارش در رابطه 1948. خب نوشته های این نوع افراد رو باید پخش کرد، گسترش داد. یکی از کارهایی که من سعی کردم در حد ناچیز ولی در حدی که آدم میتونه انجام بده در چند ماه گذشته انجام بدم، ترجمه کارهای اوی‌شلاین و موشه مخوبر بوده. چون هر دوی این افراد اگر نگاه بکنید، مثلا اوی‌شلاین کتابی داره در رابطه با این که خانواده او که یهودی الاصل بودند چجوری از عراق به اسرائیل مجبور شدن مهاجرت کنند و توهمی که جنبش صهیونیستی ایجاد کرده بوده در عراق برای تشویق یهودی های عراق که برن اسرائیل، و وقتی میرسند اونجا میبینند آقا اینجا اصلا اکثر اشکنازی ها هستند که بر عرب های یهودی میخوان حکومت بکنند و جزء مخالفی میشه و بعد میاد در آکسفورد درس میخونه، استاد میشه، پروفسور میشه، همیزم هست. خب این تاریخ خیلی مهمه، این تاریخی که امثال او نوشتند، نقش بریتانیا در عراق نشون میده، نقش بریتانیا در ایجاد دولت اسرائیل و قولی که همزمان به عراق میدادن و هم به یهودی ها میدادن، و ترجمه اینها بسیار مهمه. بعضی از این مطالب وقتی به فارسی ترجمه میشه اتفاقا در سطح گسترده میخوننش، میرن دنبالش. من در پی اینم که مصاحبه اوی‌شلاین با یه نفر انگلیسی رو که به صورت وسیعی در رابطه با این که در بغداد مثلا دو واقعه، دو بمبگذاری بر تشویق کرد یهودی های بغداد رو که برن به اسرائیل، یکیش از قرار معلوم کار انگلیسی ها بوده، یکی از این بمبگذاری ها که ادعا کردن کار عرب ها بوده، کار عراقی ها بوده، بمبگذاری دوم کار موساد بوده یا اون چیزی بوده که بعدها موساد شده. خب وقتی شما بتونید چنین مسائلی رو باز کنید از زبان نه آیت الله ها یا مذهبی ها یا کسایی که میگن ما باید حمایت کنیم چون اینا برادران مسلمان ما هستن یا غیره، وقتی با منطق با بحث جدی این رو باز کنید، من فکر میکنم میشه تاثیر گذاشت، ولی کار نمیگم کار ساده است و نمیگم اون کاری که ما میکنیم میتونه الزاماً این افراد رو عوض کنه، ولی در همین چند ماه ما میبینیم تغییر در نظر عمومی. در بریتانیا 67% مردم عادی عقیده دارند باید آتش بس بلافاصله انجام بشه و این رقم در دو ماه گذشته پایین نیومده. ولی شما مطبوعات رو نگاه کنید، دولت کنونی و دولت آقای راستر از حزب محافظه کار، دولت کارگر راستر از محافظه کار رو دنبال کنید، فکر میکنید همه دارن از اسرائیل دفاع. اگه بتونیم اینها رو با مدرک، با دلیل باز کنیم، خیلی مهم. در رابطه با جوانان فلسطینی، به نظر من باید شرایط خود ایران رو باز کرد، نه فقط مسئله حجاب رو. تأکید بی حد بر حجاب به نظر من کمک نمی کنه. تفاوت طبقاتی رو باید باز کرد. اینی که آقازاده ها ماشین لوکس وارد میکنن، مردم عادی غذا ندارن بخورن. اینی که جمهوری اسلامی این همه ادعا داره ولی در عمل کاری انجام نمیده. اینی که رهبران جمهوری اسلامی دولت پابرهنه ها بودن، حالا کارشون به کجا کشیده. به نظر من باید اینها رو در سطحی گسترده باز کرد. متاسفانه ما در اپوزیسیون ایران و حتی در اپوزیسیون چپ
عادت کردیم با جو به اصطلاح غربی بحثامون رو پیش ببریم، چون حقوق بشر شیکه، همه رفتن شدن مدافع حقوق بشر. میگی کجا حقوق بشر داره رعایت میشه که شما این همه حقوق بشری شدید؟ این سازمان های حقوق بشری که شب و روز پرچمشون رو چپ ها، شما چپ ها بلند میکنید، کدامشون بری هستند از امکانات مالی ایالات متحده و مخصوصا حزب جمهوری خواه و جناح راست حزب جمهوری خواه؟ و این جناح راست حزب جمهوری خواه اتفاقا با آیت الله های ما شباهت بسیار داره، چون اینها هم دنبال پایان جهان هستن، پایان دنیای کنونی، برای اینکه مسیح زنده شه نجات بده. شباهت دارن با جنبه های از دیدگاه شیعه. این نوع دیدگاه های راست رو باید اینجوری افشا کرد، به جای اینکه تاکید فقط روی یه جنبه، یک جنبه از سرکوب جمهوری اسلامی باشه. نه، من که شخصا به نظر من خیلی جا آره درست میگم. یه سوالی، من یه چیز رو باید اعلام میکنم، ولی قبل از اون مثلا میگم شما در مورد آقای کلان تو انگلستان حسن عوی، اونو تو این چت میتونید بنویسید، چون من میدونم که در مورد مشکل، خب اون میشه از طریق گوگل، از ویکلی ورک اینا چیزایی، مصاحبه هایی که کردین یا در رابطه نوشتیم پیدا کرد، ولی این آخری رو میتونیم شاید مثلا بعدا با توی اینستاگرام یا فیسبوک بذاریم. اگه مرسی، خیلی ممنون دوستمون یا رفیقمون فرماز، بازم دستشون رو بلند کردن. بعد از اون هم اگه هنوز خسته نباشه، منم یه سوالی دارم دیگه. خلاصه من فقط یه چیزی رو اعلام بکنم، چون فکر میکنم بد نیست که اعلام بکنم تا آخر. اول اینکه ما هفته دیگه به خاطر عید و سال نو ایرانی یا منطقه برنامه نداریم، در ضمن سال نو برای همه مبارک. و 27 یعنی مارچ، یعنی یه هفته بعد از اون، برنامه بخصوصی نخواهد، آزاد خواهد، یعنی جلسه برقرار خواهد شد و هدف اون در واقع این است که یعنی واقعا هم تشویق، یعنی میشه که از دوستان و رفقایی که همیشه شرکت کنن بیان و ما یک بحثی در حول هوش این جلسات سیاسی نظری صدا انقلاب بکنیم، ببینیم کلن بازخورد هایی که میتونیم بگیریم از شماها، یعنی در واقع عمل کردش رو نگاه کنیم، ببینیم که تا حالا چطوری بوده، اگه مثلا انتقادی هست، اگه چیزهای مثبت و منفیش رو نگاه کنیم. بعد اینو پس بنابراین 27 مارس، من بعد الان موقعی که فرمانبرز عزیز سوالش رو کنه اینجا هم درج خواهم کرد. مسئله دوم این هست که تو اون بله، یعنی رابطه داره با مارچ 27 هم میخواییم، خب اگه ببینیم که مثبت هست، یه سری برنامه‌ریزی دیگه برای ماهای آینده بشه که اونها هم اگه بتونید با ایده و یا پیشنهادانی بیاین، خیلی یعنی به نظر من خیلی خوب میشه. حالا من اینو اعلام کردم و میتونیم لطفا شما فرمانبرز عزیز بفرمایید سوالتون رو بکنید. خیلی ممنون. ببخشید، من امیدوارم صدا بیاد. چون دیدم کسی سوال نکرده، اینا از فرصت استفاده میکنم. من استفاده کردم از توضیحاتی که رفیق یاسمین دادن. از این زاویه مسئله رو میخوام مطرح کنم که اگر ما به عنوان جریانات افراد چپ که حالا متعلق به سازمان ها هستیم یا مستقل فعالیت میکنیم، هر نوع فعالیت و شرکت در آکسین ها رو، به ویژه آکسین های کلان در دفاع از جنبش فلسطین هست یا کلا در دفاع از جنبش ایران
تظاهراتی که در یکی دو سال اخیر در اینجا در شیکاگو ما داشتیم در دفاع از جنبش ایران و مهسا و اینها، به نوعی همین مشکلات رو من دیدم و عمدتا هم میدونم که مشکل هست جواب پیدا کردن این موضوعات رو. در تظاهراتی که من یکی دو هفته اخیر در دفاع از جنبش فلسطین شرکت کردم، چندین گروه کوچک چپ رادیکال امریکایی شرکت کردن، ولی مطمئن نیستم که مطالبی که اینا پخش میکنن در میان خود مردم اینجا که اغلبشون هم اتفاقا در شیکاگو جماعت عرب و فلسطینی زیاد هستن و اغلب هم بچه های جوون فلسطینی هستن، ولی تا اونجا که من متوجه شدم متاسفانه اینا اعتنایی نمی کنن و حتی اگر بخونن که اینجا اونجا دیدم مخالف اطلاعیایی هستن که این چند تا گروه کوچک امریکایی رادیکال پخش میکنن. از جمله در درون اطلاعیایی که اینها پخش میکنن، بلافاصله اولش خب ضد اشغالگری هستن، ولی بلافاصله بعدش ضد امپریالیست و ضد سرمایه داری و ضد حماس و اینکه خواستار این هستن که بلافاصله انقلاب سوسیالیستی در فلسطین و خاورمیانه صورت بگیره و حتی یه جامعه با مرکزیت یه دولت کارگری در کل خاورمیانه. اغلب مطالبی که این گروه ها پخش میکنن تو این مایه هستش. خب من به عنوان خودم رو یه چپ ایرانی میدونم، من مطمئن نیستم که با این تعداد کم امریکایی که شاید بیش از 30 نفر در کل اون تظاهرات 2-3 هزار نفری نیستن وارد چه رو دایلگی بشه. از اون زاویه با خود فلسطینی ها که خیلیشون هم بچه هاشون انگلیسی هم خیلی قشنگ صحبت میکنن، اینا اگه میخوام وارد صحبت بشم چگونه از ایران رژیم جمهوری اسلامی افشاگری کنم و چگونه مشکلاتی که حماس با ایرانی مثل حزب الله میتونن، یعنی اون صحبت هایی که یاسمین کرد به درستی، اونها رو انتقال بدم بین. و به هر حال من خواستم این در واقع یه نکته خلاصه سوالوار هست و ببخشید از اینکه وقت شما گرفتم. مرسی. من سعی خودم رو میکنم. کاملا درست میگی و واقعا جواب ساده نیست، ولی ما حتی در این حد محدودی که داریم باید بتونیم یه سری چیزهایی رو تبلیغ کنیم. شاید شما نبودی، ولی آخرای صحبت موشه مخوور که ترجمهش هم هست توی وبسایت، یعنی هم خود شما که البته راحت خود حرفاشو گوش میدی ولی بر دیگران اگه بخواد، دقیقا وارد همین بحث شد. ببین خیلی راه حل های ساده رو یه عده مطرح میکنن، یه عده صحبت از این میکنن که دو کشور که شنیدید گفت مثل اینه که دو نفر دارن یک پیتزا رو میخوان بینشون تقسیم کنن، یکی این وسط داره همین جور تموم میکنه پیتزا رو، اینقدر خورده که چیزی اصلا از پیتزا باقی نمونده، که این واقعا نشان خوبی از دو دولت که هنوز خیلی از کشورهای عربی و خیلی از عربهایی که تو این تظاهرات هستن مطرح میکنن دیگه راه حل دو کشور. ولی راه حل یک کشور هم مشکلاتی داره و این مشکلات عمدتاً برمیگرده به همونی که شما گفتی و امثال موشه مخوبر اینو خوب باز میکنن، به این معنا که چه دلیلی داره برای طبقه کارگر اسرائیل که بیش از 70 سال اگه بخوای امتیازی داشته بر طبقه کارگر کشوری که اشغال کرده، خیلی فرق داره با افریقای جنوبی موقعیتش. افریقای جنوبی سفید ها سیاه ها رو به کار میگرفتند، طبقه کارگر عمدتا سیاه بود غیره. برای این طبقه کارگر یهودی چرا بیاد راه حل یک کشور رو بپذیره؟ مخصوصا حالا که همه قبول دارن درصد بالایی از مردم اسرائیل بیشتر به سوی راست رفتن، راستر از اونی شدن که قبلا بودن، با نتانیاهو مخالفن ولی با ایده های نتانیاهو موافقن.
و دقیقا به این خاطره که راه حل به این سادگی نیست که بگیم یک کشور آیا میگیم مردم یهودی که الان بعضیشون نسل دو هن غیر هن دتسه هن در اسرائیل بیرونشون میخواییم بکنیم که نه میگیم نه اینها میمونن ما فاشیست نیستیم راسیست نیستیم ضد یهودی ستیز نیستیم اینها میمونن همراه فلسطینی ها کشوری دموکراتیک که درش شهروندان همه حقوق برابر دارند رو درش میسازن ولی به نظر من همین این هم کافی نیست چرا که مسئله به این سادگی نیست در نتیجه امثال محاور مطرح میکنند که چه ما بخوایم چه نخوایم راه حلی که داریم مطرح میکنیم باید گذار از سرمایه‌داری باشه پایه های اول نظام سوسیالیستی باشه و متحدینی فرای مرزهای فلسطین کنونی داشته باشه در طبقه کارگر کشورهای عربی همسایه که بحث مشکلیه حتی با خیلی چپ های انگلیس میخواییم بحث وارد بشین همه افتادن که یک کشور را حل یک کشور همه چی رو حل میکنه دموکراتیک وان استیت سولوشن و به نظر من درسته که باید اتفاقا مسئله خواستهای فراتر رو در قرن 21 مطرح کرد قرن 19 شد لازم نه ولی این متحدینی کم داره در مخصوصا کسانی که میگم درکشون اینه که این کشتار تمام بشه شاید یه دولتی اگه حالا بهتراش میگن یه دولتی ترکیب از جبهه فتح و حماس تشکیل بشه یک عده فاسد از یک طرف حماس بعد از این همه سال که در قدرت بود فسادش کم نبود در غزه منتها به حد فساد فتح نرسیده بود ولی اگه چند سال دیگه میمون تو قدرت همون میشد این که یه دولت فلسطینی تشکیل بشه در سرزمینی که باقی نمونده کرانه باختری رو که همش رو داره تیکه تیکه ساختمان درست میکنه برای شهر نشینان جدید غزه که با خاک یکسان کرده اصلا من نیست دو کشور کجا از نظر جغرافیایی کجا قرار میگیرن این نقشه فلسطین رو نگاه کنید یه سری تیکه تیکه بنتوستان مونده وسط خاکی که دورش رو اسرائیل گرفته و در برابر این کسانی که توهم به راه حل دو کشور دارن واقعا مشکله چون دید اینا انقدر محدوده انقدر بسته است که واقعا نمیدونه آدم چی بگه اینا من اضافه کنم که جمهوری اسلامی و مخصوصا جناحهایی در درون حاکمیت اصلاح طلبا ولی به گفته کل حاکمیت از دوستی با عربستان و شرکت در کنفرانس های متحدین عرب برگشتن و اینا مدافع دو کشور شدن باقال یکی میگفت دیر رسیدن وقتی هم رسیدن به این راه حل وقتی رسیدن که مسخره همه دنیا بود ولی خب در صورت این هم از جمهوری اسلامی است طرح شعارهای مترقی تر سخته ولی ببینید این ما تنها نیستیم که در این موقعیتیم شما نگاه کنید به اون چه 1905 مثلا یا 1906 فعالین چپ روسیه می نوشتن اگر کار راحتی بود که خب صفوف ما خیلی گسترده تر بود وقتی راحت میشه که جمعیت زیادی رسیده باشن به این نظر ولی مبارزه ما قطع نمیشه چون تعدادمون کمه یا در تأثیری که میگذاریم کمه و من فکر میکنم اتفاقا جاش همین جاهاییه که شما میگید در میان کسانی است که این توهم ها رو دارن در باز کردن این بحث هاست کار راحتی نیست من نمیگم متحدین زیادی پیدا میکنیم ولی بالاخره باید از یک جایی شروع کرد و اگه شروع نکنیم هیچ وقت به این نمیرسیم مسئله اصلی اینه که بعد از این همه کشتار بعد از این همه
از خودگذشتگی بخشهایی از مردم فلسطین، این دکترهایی که پزشکان، نرسهایی که در شرایط وحشتناکی به بیمارا می رسیدن، بیمارستان ها رو رسیدن. بعد از این همه بدبختی آیا واقعا میشه تصور کرد که فلسطینیان برگردن به شرایطی که تنها چیزی که میخوان یک کشور همسایه با یک کشور یهودی باشه که فاسدان فتح در ائتلاف با حماس حکومت کنن؟ این خوابه اصلا غیر این خیلی غیر ممکن تره از راه حلی که ما مطرح میکنیم با همه این که مال ما تو حواست، ولی خیلی غیر ممکن تره. اینو من با قاطعیت میگم، امکانش وجود نداره. فتح آبروش رفته، چیزی ازش باقی نمونده. حماس محبوبیتی کسب کرده ولی نه توانایی حکومت داره و نه اگر حکومتی بهش برسه میتونه اصلا این رو اداره کنه، تواناییشو نداره. در نتیجه این راه حل های دو کشور یک کشور بره به نظر من فایده نداره و باید پی بحث های عمیق‌تر و اساسی تری بود، با اینکه خیلی مشکل شکی نیست. من یه نکته را در رابطه با ایالات متحده بگم. مثلا من میدونم جریان کوچیکیه ولی جریان فعالی در درون دی اس ای، سوشالیست دموکرات، آره، جریان هست به اسم مارکسیست یونیتی گروپ. اعلامی هاشون رو مرتب میفرستن، من میخونم. اینها مثلا موضعی که راجع به ایران میگیرن موضع بسیار دقیقه. اعلامیه در رابطه با جنبش مهسا، جنبش ژینا دادن پارسال، دقیق جمهوری اسلامی رو افشا میکنه، حجاب رو میگه ولی ایالات متحده رو هم میکوبه. مشکل ما اینه که چپ هامون خیلی شیک شدن، جمهوری اسلامی رو میکوبن ولی امپریالیسم رو فراموش کردن. ماشاءالله همه مدافع حقوق بشرن، همه فمینیست شدن ولی از نوع لیبرال کلونیالیست فمینیست، نه از نوع رادیکالش. و خب طبیعی است که چپ های اروپایی و امریکایی هم ما رو به دیدی با دید عجیبی نگاه میکنند، چون بحث هایی که مطرح کردیم، کارهایی که این چند سال انجام دادیم، تریبونال زدیم، از National Endowment for Democracy کمک گرفتیم که برامون سرکوبگران جمهوری اسلامی رو محاکمه کنیم، واقعا برای این چپ هم آبرویی نمونده برای اینکه بره گسترده در جاهای مختلف حرف خودش رو، حرف مستقل خودش رو علیه جمهوری اسلامی و علیه امپریالیسم مطرح کنه. بله، خیلی ممنون امیر عزیز. شما بعدی هستید، لطفاً برید سوالتون رو بکنید. خیلی ممنون. اگه امیدوارم که بتونید چیز تو باز کنین دیگه، هم میکشون بازه هم ویدیو. اگه نمیتونستم، اگه ویدیو رو نمیخواید خودتون ببند، اگه میخواید هم بازه، هر دو باز. من صدایی نمیشنوم. سلام. آره هست الان؟ الان هست. بله. آره داشتم میگفتم که خصلت مردم ایران خیلی جالبه که سالایی که من دانشجو بودم در ایران، 46 بود 47 بود، ایران، تیم فوتبال ایران با تیم فوتبال اسرائیل مسابقه داشت. اون موقع استادیوم 100,000 نفر نبود، فقط استادیوم امجدیه بود که شاید مثلا 20,000 نفر جمعی. بلیتی هم کرده بودن، خیلی قیمت بلیت ها سنگین بود، ولی ما دانشجو از دیوار استادیوم رفتیم بالا و رفتیم مسابقه رو ببینیم. به محض اینکه این پرویز قلیچخانی گل زد به اسرائیل، واقعا استادیوم منفجر شد. بعد از مسابقه هم جمعیت تو خیابون شعار میدادن علیه حکومت، و الان مزون شدم رفت به این شکلی بود که هر کارش بکنی سرنگونی. این واقعا این
شعاری بودن که مردم اون موقع میدادن. جمعیان میشه گفت شده 80-90 درصد ملت ایران اون موقع علیه اسرائیل بودن. الان درست برعکس شده. به خاطر حمایت های احمقانه ای که برحال این رژیم از حماس و حزب الله و غیر زله کرده، مردم در اون انادی که با رژیم دارن برعکسش از اون برافتاده متاسفانه. ما این رو در شهر واشنگتن هم میبینیم که تظاهراتی که یک گروه هست انسر برگزار کردن در واشنگتن در دفاع از فلسطین، شاید بگم که به جرات بیشتر از 10,000 نفر جمعیت اومده بود، ولی شما با اندک ایرانی توش میدید، خیلی خیلی کم، شاید در حد مثلا 10 نفر رو این چیزا بودن، اونایی که از قدیم به هر حال میشناختیمشون. با حتی با 2 نفر از این تروسکیستایی که اونجا بودن ما بحثمون شد راجع به ماهیت جمهوری اسلامی، نظرمون اصلا کتک بزنن اینا و طور شد که به هر حال دیگه کوتاه اومدیم و از تظاهرات اومدیم بیرون. حتی در بین چپا هم یک واقعا برداشت مشترکی نمی‌بینیم راجع به برحال این حماس و حرکتاش. همطور که الان می‌دونین، این من دقیقا اسم سازمان ها انگلیسیش نمی‌دونم، ولی فتح و جریان جرهاش و حماس و همین جنبش اسلامی چیز اینا برداشتن یک کوالیشن درست کردن، یه سری کارهای مشترک بکنن که مورد استقبال خیلی از چپا هم قرار گرفت و دارن دفاع که من موندم توش. خب چطور ممکنه که کوالیشن روی چه زمینه ای به هر حال این تشکیل شده؟ من از ماهیتش خبر ندارم. این سرگیجی رو میخوام بگم که الان به کجا رسیده کار. بعد در سطح چپ های واشنگتن هم که واقعا یه ده هستن که اصلا طرفدار حمله، اینو به حتی طرفدار حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی هست. یک دو داشتون توی تاچه واشنگتن هستن که ما ازشون زدیم بیرون. تنها منبع ما مونده اتحاد چپ کانون دوستان فرهنگ ایران که خود شما یکی دو بار اونجا صحبت کردین با یک برحال جوان فلسطینی که اینکم جوان که نه، ایشون استاد دانشگاه است الان که اشتباه نکنم، هاییم برشت، همشه ایشون اسرائیلی بودن و الان ساکنه که ایشون به هر حال از طریق یکی از بچه ها اومده صحبت کرد و صحبت های خیلی خوبی کرد. ولی اون شب تعداد شرکت کنندگان در بحث کمترینش بود نسبت به تاریخ کانون، چون بحث فلسطین بود. همین خواستم به صورت یه درد دل این رو بگم که چطور اوضاع. متشکر. من کاملا متوجهم و قبول دارم، یعنی نمیگم که مسئله ساده. در رابطه با فلسطین البته مخصوصا با همین که خیلی مدت هاست کشورهای خارجی بودن غیره، ولی ترجمه خیلی تأثیر داره. ما هم جلسه که مخبر صحبت کرد، هم جلسه که مایک مکنر صحبت کرد، چون ترجمه داره تعداد کسایی که رفتن نگاه کردن کم نیست، در حداقل در سطح تارنما، و این نشون میده که خب بالاخره راحت ترن خیلی ها و مخصوصا از داخل خیلی ها ترجیح میدن به فارسی نگاه کنن. در نتیجه ترجمه تأثیر داره، ولی کاملا درست میگید. ببینید مشکلی که هست اینه که در برابر این جریان های مثلا برخی جریان های توتکیز، چون همیشه میزنن تو سر استالینیستا، میگن تقصیر استالینیستا بود از جمهوری اسلامی دفاع کرد. ما خوب میدونیم و رسمون تراب بیشتر از همه راجع به این مسئله نوشته که بخشی از جنبش توتکیستی در ایران و در سطح جهان از جمهوری اسلامی و از خمینیسم دفاع کرد، در مقطعی که همه ما مخالف جمهوری اسلامی بودیم، در روزها و ماهای اول به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی. و این وسط اتفاقا باید کل بحث اینها رو زیر سوال بود، نه فقط جمهوری اسلامی رو، اینی که کدام جبهه واحد با جریان‌های راست و مذهبی نتیجه‌ای به رادیکالیسم یا انقلاب داده. ببینید ادعای اینا اینه که اون موقع که مثلا بین الملل 4 از
اسلام سیاسی دفاع میکرد، در مقاطع مختلف این کار رو کرده، ولی 57 رو بگیریم. بحثش این بود که چپ ها بعد موفق میشن این اسلامی ها رو بذارن کنار، و این دقیقا بحثی بود که خب توده ای ها نمیدونم مدافعان شوروی غیرم همین حرف رو مطرح میکردن دیگه. و سوالی که باید از اینها کرد اینه که خب از مثلا 1917 تا حالا شما یه نمونه بگید که این نوع ائتلاف با اسلام سیاسی، با بورژوا ناسیونالیست ها، با بورژوا دموکرات ها نتیجه مثبتی داده که بعد از این ائتلاف چپ ها به قدرت رسیدن. چپ ها این وسط آبرو خودشونو میبرن، میشن اگه بخواید متحد ضعیف در یه حکومت ارتجاعی راست که بلافاصله هم سرکوبگر میشه. اولین جریان ایران که سرکوب میکنه خود این متحدین سابقشن. در نتیجه نمی باید، به نظر من بحث رو باید فراتر از نمونه مشخص فلسطین یا جمهوری اسلامی یا غیره بود. اینها بالاخره تاریخی میدونن، از انقلاب اکتبر میدونن، از انقلاب فرانسه میدونن، از دهه 60 میدونن غیره. باید بحث رو به نظر من از نمونه اینی که این قضیه مربوط به اسلامه یا جمهوری اسلامیه یا غیره در یه حد تئوریک تری باز کرد و افشا کرد. ولی من هیچ شکی ندارم که کاری که شما دارید کار بسیار مشکلیه، در جوی که یه عده حتی از ایرانی ها که میدیدی چپتر بودند الان به خاطر حملات اسرائیل و ایالات متحده میگن خب جمهوری اسلامی خیلی هم بد نیست. میگه خب این وضع فجیع خاورمیانه یکی از نیروهای مقصر برای این وضع فجیع خود این جمهوری اسلامیه، چطور بد نیست؟ در نتیجه این را هم داریم، همه جورش رو داریم. اوکی، پس خیلی ممنون. بازم با توجه به وقت زمانی و رفیق یاسفر هم که شما کار دائم، یعنی البته چند تا کار دائم دارید اینا دیگه، خب به نظر من ما یواش یواش جلسه رو ببندیم. فقط یه چیز بازم من تکرار کنم که من اینجا بازم یه سری از این لینک های مربوط به جلسات قبلی که شما میتونید دسترسی پیدا کنید به ضبط صوتی اونا، به همین که میتونید از جلسات آینده خبردار بشید. حالا صحبت جلسه آینده شد، من بازم تکرار میکنم که جلسه آینده که یعنی میشه 22 مارچ، 27 بیستم نه مسجد نداریم، یعنی جلسه نیست به خاطر سال نو، 27 جلسه آزاد هست. اینو ما سعی میکنیم که توی تو سایت هم بنویسیم، یا حالا شما هم خودتون یادتون باشه، چون اکثرا کسایی که اینجا هستن اکثرا سایت دائمی هستن، شرکت کننده دائمی هست. بس بنابراین خیلی ممنون دیگه رفتم سیاست. من نمیدونم شما آیا میخواین یه جمعنی هم بکنید تو آخرش، یعنی که نه. خیلی ممنون از شما. من قبول دارم که خیلی از حرفایی که زدم بحث طولانی میخواد، و متاسفانه در مقطعی که آدم میره یه تظاهرات یا یه جلسه نمیتونه تاریخچه حزب الله رو باز کنه برای افشار، ولی اشاره هایی به این کافیه. اشاره هایی به برنامه اقتصادی حزب الله، اشاره هایی به نوع عملکرد حماس، تفاوت های اینها با هم، تفاوت حوثی ها و رابطه متفاوتشون با جمهوری اسلامی، اینی که جمهوری اسلامی به هر کسی که نزدیکشه و میتونه روش تأثیر بذاره میگه هیچ کاری نکن، اینا رو به نظر من میشه تبلیغ کرد و میدونم کار مشکل. خیلی ممنون از شما سیامک عزیز و
دوستان رفقای ادمین که خیلی زحمت کشیدن. خیلی ممنون. ممنون. و میخواستم بگم که در ضمن رفیاسته من اسم اون کتاب رو گذاشتن، مال اوی رو اینجا، من البته سعی میکنیم تو اونا رو مگه صحبت میکنیم شاید بتونیم تو سایت هم. پس روز شبتون خوش همهتون، رفیاسته همجون شما واقعا خسته نباشید و سال نو مبارکی از پیشا پیش. خیلی ممنون از شما. قربان شما. خدا همگی